سلام عرض میکنم. میخواستم با تون درباره یه چیزی که خداوند با هم درمیون گذاشته بود صحبت بکنم. تو چند وقت گذاشته خیلی خداوند تو دلم گذاشته که درباره قدرت کلمه صحبت کنم. کلمه های ما پرقدرته. کلام مقدس میگه در ابتدا خدا زمین و آسمان را آفرید و گفت بذار نور باشد و نور به وجود اومد. چون میگه گفت و صحبت میکنه اون انجام میشه. پس خدا تمامی دنیا رو به وسیله صحبت کردن آفرید. جالب اینه که امروز ما وقتی نوره میبینیم به خاطر این نوره میبینیم، چون کلمه‌ای که خداوند در ابتدای آفرینش زمین و زمان گفت هنوز وجود داره. شاید ما نمیشنویمش، شاید ما حسش نمیکنیم، لمسش نمیکنیم، ولی حقیقتاً این مدرک صحبتیه که خداوند سالها یا هزاران یا قرنها فرق نمیکنه در ابتدا کرده، ما هنوز مدرک اونو امروز میبینیم. جالب اینه که توی زندگی ما کلماتی که حرف میزنیم، صحبت میکنیم، اون کلمات اثرش باقی میمونه. بعضی موقع ها ما شده به خانم ملسا گفتم آره دوست دارم عزیزم، خیلی قشنگه این اون صحبت ها، ولی بعضی موقع احساس میکنم باورم نمیکنه. من گفتم خب جریان چیه؟ وقتی داشتم فکر میکردم احساس کردم خداوند گفت تو توی یک دنیای زندگی میکنی که همه چی به وسیله کلمه آفریده و قدرت کلمه هیچ وقت از بین نمیره. رو همین حساب زمانهایی که تو ورداشتی به خانمت گفتی تو قشنگ نیستی، وزنت زیاد شده، یا ناراحت بودی ازش، گفتی ما دوستت ندارم، یا هر حرفی که در عصبانیت زدی، در شاید حتی نفرت زدم، این کلمه هنوز باقی مونده توی وجودش، توی ذهنش، توی روحش، روی زندگیش باقی مونده. رو همین حساب وقتی ما بهش میگم عزیزم دوست دارم یا خوشگلی، این کلمه های ما با یه ارتش کلمه های دیگه که قبلا در عصبانیت اونا صحبت کردم روبرو میشه. رو همین حساب اون اثر خودش نداره. گفتم خداوند خب چجوری میشه این جنگ رو تموم کرد؟ گفت این جنگ نمیشه تموم کرد ولی میشه جنگ برد. گفتم خب چجوری؟ گفت برای از این به بعد سعی کن کلماتی که صحبت میکنی کلماتی باشه که از روی صلح باشه، از روی شادی باشه، از روی عشق باشه، و انقدر کلمه هایی پر از صلح و آرامش و عشق و محبت و امید روی خانمت صحبت کن، دربارش صحبت بکن که کلمه های جدیدت انقدر قدرت زیاد بشه که ارتش این طرف با قوی تر از ارتش قبل بشه و ارتش جدید بتونه اون ارتش قدیمی رو نابود بکنه. و یک زمانی میرسه که این ارتش کلام خداوند، کلام امید، کلام هستی، کلام زندگی باعث میشه که یک صلح جدید و یک آبادی زندگی خانومت به وجود بیاره. من نگاه کردم که چقدر جالبه، ما همیشه میگیم خودم کردم که لعنت بر خودم باد، و این کلمه هایی که ما خودمون گفتیم و به وسیله اون اجازه دادیم تا لعنت ها روی ما بشینه. کلمه های زیادی ما در ایران داریم که جمله بندی های زیادی داریم که اینها باعث شده اجازه بدیم ذهن ما، قلب ما، روح ما آمادگی اینه داشته باشه که با اون شکست ها، با اون نابودی ها، با اون تاریکی شیطان بخوایم زندگی بکنیم. امروز میخوام بگم که فرق نمیکنه ما چی کار کردم، به خاطری که من اشتباه ها زیاد داشتم، ولی خدای ما خدای عشق، خدای ما خدای امیده، و این خدا نمیذاره لعنت روی من بشینه، به خاطری که این خدا خدای لعنت شکنه و به خاطر کاری که روی صلیب کرد برای ما تمامی لعنت ها شکسته، قدرت تمامی لعنت ها شکسته. پس امروز آزادی خودت دریافت بکن، امروز دهان خودت رو روی خودت به عنوان امید، به عنوان عشق، روی دیگران، دوستات، همسرت، روی بچه هات، روی پدر و والدینت، همه اونها دهنت رو باز کن روی امید و اینقدر کلمه های زیبا به همه بگو تا اون کلمه های گذشته تو اثری ازش باقی نمونه و توی این چیزها پیروزی های جدیدی داشته باشی و دیگران رو ببینی که اونها پیروزی های جدیدی دارن.
در نام عیسی مسیح همتون رو برکت میدم. خدا نگهدارتون.